اعتراف به کودتای انتخاباتی با باز کردن پرونده نچندان قدیمی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از زبان حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات. در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادم گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رأی میاره. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. با مشارکت شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقلتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستن. در حالی که شورای نگهبان همیشه در پاسخ به اعتراض‌ها به نظارت استصفابی گفته که در بررسی صلاحیت‌ها به گفته خودشان سیاسی کاری نمی‌شود، سخنان مصلحی نشان می‌دهد که اتفاقاً این نهاد که به بازوی اجرایی رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات تبدیل شده، عملاً انتخابات را از معنا خارج می‌کند. شما چه کاره عالم هستید که این را نه یک مسئول عادی در جمهوری اسلامی بلکه وزیر اطلاعاتی می‌گوید که علی خامنه‌ای به خاطر او در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب خود در آن زمان ایستاد. در آخرین روز ثبت نام انتخابات سال 92 اینجا در بازار ارز تهران قیمت‌ها به بعد از ثبت نام هاشمی موکول شده بود. او آمد و طبق پیش‌بینی‌ها رأی بالایی داشت، اما وزیر اطلاعات و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که رأی بالای او آنطور که مصلحی می‌گوید به صلاح نظام نیست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام مصلحت نظام رد صلاحیت شد. مصلحی یار کمکی مهندسان شورای نگهبانی شد که پروژه نیمه تمام کنار گذاشتن هاشمی به دست علی خامنه‌ای را تمام کردند. نشان به آن نشان که خامنه‌ای در سال 84 مهرعلی‌زاده و معین را با حکم حکومتی به انتخابات بازگرداند، اما در سال 92 برای دوست دیرین خود که او را استوانه نظام خوانده بود کاری نکرد. هاشمی 3 سال بعد از رد صلاحیت خود به دست وزیر اطلاعات پرده برداشت. به گفته هاشمی، مصلحی گفته بود او با رأی بی سابقه می آید و همه رشته های 10 ساله ما را پنبه می کند. هاشمی در ویدیویی که به تازگی به دست آمده رد صلاحیت خود را کار مشترک نیروهای نظامی و امنیتی می داند، همانطور که برخی تحلیلگران سخنان مصلحی را اعتراف به کودتا تعبیر کردند. حرکت باندی و برنامه‌ریزی شده سیاسی امنیتی بود با فشار نیروهای امنیتی و نظامی. رد صلاحیت هم نبود، عدم اعتراض بود. سخنان مصلحی واکنش شورای نگهبان را به همراه داشت. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی متناقض هم مدعی شد که مصلحی اصلا چنین حرفی نزده، اما بلافاصله هم گفت اعضای شورا حرفش را قبول نداشتند. اما اسحاق جانگیری معاون اول دولت روحانی که در سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی بود از شورای نگهبان خواست تا به جای هر گونه پاسخگویی به گفته او غیر مؤثر فیلم و صوت کامل آن جلسه مهم را منتشر کند. محمد هاشمی برادر هاشمی هم جزئیات دقیق‌تری از سخنان مصلحی در شورای نگهبان ارائه داد. به گفته او مصلحی همان روز در شورای نگهبان گفته بود اگر هاشمی رفسنجانی بیاید 30 میلیون رأی دارد و هاشمی با 30 میلیون رأی قابل کنترل نیست. محسن هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی هم در واکنش به سخنان مصلحی به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و از او تظلم خواهی کرد. شکایت بردن از سخنان وزیر اطلاعات و اعضای شورای نگهبان نزد رهبر جمهوری اسلامی که خود آنها را برمی‌گزیند. سخنان مصلحی تردیدها درباره چگونگی مرگ هاشمی را هم زنده کرده. دختر او فائزه هاشمی چند روز پیش در کلاب هاوس گفت پدرش به مرگ طبیعی نمرده. حالا محمود صادقی نماینده پیشین مجلس می‌گوید با توجه به سخنان وزیر وقت اطلاعات احتمالاً چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه فایده زندگی و مرگ او خواهیم بود. چند روز مانده به انتخابات، سخنان وزیر وقت اطلاعات درباره مهندسی آرا پیش از روز رأی‌گیری مهر تأییدی است بر این واقعیت که آنچه جمهوری اسلامی برگزار می‌کند انتخابات نیست. همزمان با انتشار مصاحبه مصلحی در یادداشتی که در سایت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده،
بار دیگر از نقش تعیین کننده علی خامنه‌ای در فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرده برداشته شده. در این یادداشت آمده شورای نگهبان فهرست نامزدها را پیش از انتشار به خامنه‌ای ارائه کرده، اما او با این فهرست مخالفتی نکرده است. تلاشی به نظر ناکام برای رفع مسئولیت مهندسی انتخابات از علی خامنه‌ای، کسی که با سخنان مصلحی و هاشمی مشخص شده با کمک نیروهای امنیتی و نظامی علیه صندوق رأی کودتا می‌کند. مجتبی پورمحسن، ایران اینترنشنال.